سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خوایم با همدیگه در رابطه با تسلوب شرائین و اینکه چگونه میتونیم که پلاکت هایی که در رگ رسوب کردند و با مواد طبیعی پاکسازی کنیم. همینطور از ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید. اما در ابتدا ببینیم چه عواملی باعث تجمع عروق چرب در رگ‌ها میشه. تسلوب شرائین اغلب با افزایش سن رخ میده. هرچه بیشتر پیر میشیم، تجمع پلاکت و رگ‌ها رو باریک‌تر کرده و صفر میکنه. این تغییرات باعث میشه که جریان خون از طریق این رگ‌ها دشوارتر بشه و در نتیجه لخته در این شریان‌های باریک ایجاد شده و جریان خون رو مسدود میکنه. با گذشت زمان پلاکت‌های بیشتری در عروق جمع میشن و موجب تسلوب شرائین یا سخ شد. این رسوبات از کلسترول، مواد چرب، مواد زائد سلولی، کلسیوم و ماده لخته کننده در خون تشکیل میشه. با جمع شدن پلاکت دیواره رگ به مرور زمان ضخیم‌تر میشه. اما عروق رگ‌ها از چه سنی مسدود میشن؟ این در واقع از سن 40 سالگی شروع میشه. تقریبا نیمی از رسوبات کلسترول در عروق انباشته میشن. بعد از 45 سالگی مردان ممکنه تجمع پلاکت زیادی در رگ‌های خود داشته باشند. علائم تسلوب شرائین در زنان احتمالاً بعد از 55 سالگی ظاهر میشه. چگونه میتوان رگ‌های خود را از چربی پاک کرد؟ باید یک رژیم سالم غذایی برای قلب خود شروع بکنید. چربی های خوب بیشتری به رژیم غذایی خودتون اضافه کنید. به این نوع از چربی های خوب چربی های اشباع نشده میگن. مصرف منابع چربی اشباع شده مانند گوشت چرب و لبنیات رو قطع بکنید. از گوشت های بدون چربی استفاده کنید و سعی کنید وعده های غذایی گیاهی بیشتری بخورید. همینطور منابع مصنوعی چربی های ترانس را از رژیم غذایی خود حذف کنید و مصرف فیبر خودتون رو افزایش بدید. همینطور قند کمتری در رژیم غذایی خودتون مصرف کنید. اما چه علامتی نشون میده که قلب شما بی سر و صدا از کار میفته؟ تنگی نفس، هنگام تحرک و یا دراز کشیدن، خستگی و ضعف، تورم، مخصوصا تورم در پاها، مچ پا، ضربان قلب سریع یا نامنظم، کاهش توانایی حرکت‌های ورزشی، سرفه مداوم یا خسخس سینه با بلغم سفید یا صورتی رنگ، افزایش نیاز به ادرار در شب. آیا سرکه سیب میتونه عروق قلب رو تمیز بکنه؟ کلسترول با چگالی بالا یا کلسترول خوب در بدن باعث میشه کلسترول بد خون رو از رگ‌ها پاک بکنه و به مبارزه با حملات قلبی و مغزی کمک شایانی میکنه. پس با مصرف سرکه شما تولید صفرا رو افزایش میدید و به حمایت از کبد خودتون کمک میکنید که برای پردازش و ایجاد کلسترول خوب بسیار مهم است. علائم هشدار دهنده گرفتگی عروق چیه؟ درد قفسه سینه، تنگی نفس، تپش قلب، ضعف یا سرگیجه، حالت تهوع و تعریق یا عرق کردن می باشد. آیا خوابیدن در سمت چپ برای قلب مضره؟ برخی شواهد نشون میده که خوابیدن به پهلوی چلوی چپ ممکنه قلب شما رو جابجا کرده و جریان الکتریکی قلبتون رو مختل بکنه. همچنین بسیاری از افراد مبتلا به نارسایی قلبی گزارش میدن که در این وضعیت دچار تنفس و تنگی نفس میشن. همینطور خوابیدن به پشت میتونه باعث بدتر شدن آپنه خواب و خوروپف بشه. آیا آسپرین باعث کاهش پلاکت در عروق خونی میشه؟ وقتی که عروق خونی با تجمع پلاکت باریک میشن، لخته میتونه رگ خونی رو مسدود بکنه و جریان خون به مغز یا قلب رو متوقف کنه. مصرف دوز منظم آسپرین باعث میشه سلولهای خونی بدن توانایی جمع شدن خون در لخته ها رو کاهش بدن. آیا آب لیمو عروق و رگ‌ها رو تمیز می‌کنه؟
سعی کنید آب آبلیمو رو بگیرید و بنوشید. این نوشیدنی سمزدائی قوی برای از بین بردن کلسترول بد خون و همچنین دفع تمام سموم از عروق بدن میشه. کدام آب میوه برای باز کردن رگهای قلب مفیده؟ در مارس 2005 یک مطالعه جدید نشان داد که آب انار به مبارزه با تصلب شرائین کمک شایانی میکنه. محققان دریافتند که به نظر میرسه آب انار با کاهش آسیب رگهای خونی مانع از تصلب شرائین میشه. اما غذای بد برای قلب کدامند؟ غذاهایی که برای قلب شما مضر هستند عبارتند از مقادیر زیادی نمک، همینطور شکر، چربی اشباه شده و کربوهیدرات‌های تصفیه شده خطر حمله قلبی یا سکته رو افزایش میده. همینطور خوردن گوشت قرمز، غذاهای فرآوردی شده و گوشت‌های فرآوردی شده و پروبیوتیک‌های تزریق شده به حیوانات گوشت‌های مضری برای قلب می‌باشند. همینطور مصرف برنج، نان و ماکارونی و پیتزا، سوسیس، کالباس میتونن که ضررهای زیادی به رگهای بدن وارد کنن. آیا نوشیدن آب در شب از حملات قلبی جلوگیری میکنه؟ بسیاری از افراد برای جلوگیری از بیدار شدن در طول شب از نوشیدن آب هنگام خواب خودداری میکنند، اما متخصصان قلب و عروق میگن که نوشیدن یک لیوان آب قبل از خواب به کاهش خطر حمله قلبی یا سکته مغزی کمک شایانی میکنه. چه ویتامینی پلاکت را از عروق پاک میکنند؟ برای افزایش HDL یا کلسترول خوب بایستی که ویتامین هایی مثل ویتامین B3، نیاسین بیشتر مصرف بکنید، چون که مصرف بیشتر نیاسین و ویتامین B3 به از بین بردن رسوبات کلسترول از دیواره شریان کمک شایانی میکنه. آیا روغن زیتون میتونه پلاکت رو از عروق پاک بکنه؟ روغن زیتون ممکنه به کاهش خطر تصلب شرائین کمک بکنه. یک مطالعه 4 ماهه بر روی 82 نفر مبتلا به تصلب شرائین نشان داد که مصرف روزانه 1 اونس یا 30 میلی گرم روغن زیتون به طور قابل توجهی عملکرد رگهای خون در شرکت کنندگان رو بهبود بخشید و مارکرهای التهابی رو کاهش داد. آیا سیر میتونه پلاکت رو از عروق پاک بکنه؟ برخی مطالعات نشان دادن که مکمل های سیر با جلوگیری از آسیب سلول ها، تنظیم کلسترول و کاهش فشار خون ممکنه اثرات مثبتی بر سلامت قلب داشته باشه. تحقیقات دیگه نشون داده که مکمل های سیر همچنین ممکنه باعث کاهش سطح پلاکت در رگ ها شوند. کدام میوه‌ها برای عملکرد قلب مفید هستند؟ توت فرنگی، بلوبری، توت سیاه و تمشک مملو از مواد مغذی مهمی است که نقش اساسی در سلامت قلب دارند. توت همچنین سرشار از آنتی اکسیدهایی است مانند آنتوسیانین که از استرس، اکسیداتیو و التهاب محافظت می‌کند که به توسعه بیماری‌های قلبی کمک کرده و باعث کاهش سکته در بدن می شود. آیا زنجبیل عروق شما رو پاک می کنه؟ زنجبیل دارای خواص دارویی است که به جلوگیری از لخته شدن خون در رگ های آنتی اکسید های موجود در زنجبیل به کاهش تشکیل پلاکت در رگ های ناشی از کلسترول بالا کمک شایانی می کنه. همینطور مصرف اون به مقدار کم همراه با غذا یا چای میتونه برای شما بسیار مفید باشه. چه ورزش هایی از انسداد قلب محافظت میکنند؟ پیاده روی سریع، دویدن، شنا، دوچرخه سواری، بازی تنیس و طناب بازی، همینطور ورزش های هوازی حرکت قلب رو تنظیم میکنند. پزشکان همچنین توصیه میکنند که هر شخص بایستی که هفته 150 دقیقه فعالیت بدنی داشته باشند. اما از چه طریقهایی میشه قلب خودمونم تقویت بکنیم؟ اولیش حرکت هست یا فعالیت. چون که قلب ما یک عضله است، نیاز به حرکت و فعالیت داره و مانند هر ماهیچه دیگری ورزش قلب رو تقویت میکنه. دومی سیگار کشیدن هست. سیگار کشیدن رو ترک کنید حتی اگه براتون سخت باشه.
سومی لاغر شدن هست. کاهش وزن چیزی فراتر از رژیم و ورزشه. پس وقتی که برای لاغر شدن تلاش میکنید باید هم رژیم خود و ورزش رو حفظ بکنید. چهارم غذاهای سالم برای قلب هست. پنجم شکلات بخورید. شکلات سیاه سرشار از مواد مغذی برای عضلات قلب می باشد. ششم سعی کنید پرخوری نکنید، چون پرخوری باعث می شه که به قلب شما فشار بیشتری بیاد، رسوبات بیشتری رو در رگ‌ها تولید بکنه. و هفتم استرس نداشته باشید. دوستان عزیز از شما تشکر می‌کنیم که با ما بودید و تا پایان این ویدیو ما رو همراهی کردید. امیدواریم که ویدیو ما رو دوست داشته باشید و اون رو لایک کنید، با دوستان و خویشاوندان خودتون هم سهیم بشید. همینطور فراموش نکنید از ویدیوهای دیگر کانال ما هم